أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه دعين إلى صراط مستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروردگارو در این مکان مقدس، در این شب مقدس، در حالت انتظار بودن عبادت و تقوا و هدایت که ما منتظریم که خدایا ما را به این نشستا صاحب هدایت و تقوا گردان، پروردگارا مشکلات های ما را آسان گردان، ما را برای راست هدایت کن، گناه های ما را پروردگارا بخش از سبب نادانی و نافهمی، گناه های زیاد ما کردگی هستیم، گناه ها مانا بخش، عاقبت کاری ما را به خیر و ایمان ما را به سلامت گردان، در خاندان ما، در کسب و کاری ما، در تجارت ما، در زراعت ما، در دسترخوان ما فیض و برکت عطا فرما، بیمارمان شفای کامل عاجل عطا فرما، به فرزندان ما در فرزند سالم و صالح عطا فرما، از فقر و تنگ دستی و قشاقی ما را نگهبان باش، از همه چیزی خوب و بهتر برای مسلمان عاقبت به خیریه، خداوند عاقبت کاری ما را به خیر گردان و ایمان ما را به سلامت گردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. خوشا به حال انسانی که با خدا شینه، خوشا به حال انسانی که با آفریدگار شینه. سفیان ابن عیینه را پرسیدن که سفیان برای ما گپ زن، با خدا شیشتن چیست؟ گو کسی با قرآن شینه، هر کسی با قرآن میشیشته او با خدا شیشته. سفیان ابن عیینه با خدا شیشتن چیست؟ گو هر کسی با قرآن شینه. گفت باز گو هر کسی با تفسیر قرآن شینه. هزار با شکر خدا که مای نالایق پروردگار به بهترین کلامش، به جاویدترین کلامش ما را هر آینه آشنا کرده. همین قاک هم که باشه ما با خداییم، هزار بار شکر ایره نغز دانیم که همین قدر که باشیم ما با خداییم، همین قاک که باشیم ما با خدا گپ زده استیم، همین قاک هم که باشه ما سخن خدا را تفسیر داریم. از این نعمت بزرگ دیگر هیچ چیز نمی شود. حضرت علی کرم الله وجهه گفته شما نعمت میکوه، یگان نعمت رنگ اسلام بزرگ نیست، یگان نعمت رنگ اسلام بزرگ نیست. خدا این دین برای ما سوغاتی داده ایمونه، ارمغان داده ایمونه. این دین دین ارمغان آمده، به هیچ چیز مهنت کلان نکردیم، خدا آورده به واسطه رسولش به ما رسونده. حضرت علی کرم الله وجهه گفتیان شما نعمت میخواهی، یگان نعمت بزرگتر مثل اسلام نیست. شما دولت میخواهی گفتی، یگان دولت رنگ قرآن دولت نیست. الحمدلله اینو همش از ما چیز دیگر پسمانده دنیا از ما آب میشنن که برفاری رفتن میگیرن، نکه الحمدلله که خدا و دینش قرآن و شریعتش برای ما پایدار میمونن. الحمدلله بزرگا گفته استیم که روشنی ماهتاب، اینه بیننده ماهتاب روشنیش از آفتاب دست. من وقتی که همین قدر ماهتاب روشنه، وقتی که گرمیشه روشنیشه، اینه بینین که گرمی آفتاب روشنی آفتاب وقتی بلند میشده محتاب روشنیش از آفتاب میگرفته. قوت آفتاب همین قدر بزرگ بوده که ایقا دنیای ما رو روشن میکنه، با برای ما و شما محتاب روشن میکنه که شما برای ما روشنی تیه. روشنی محتاب از آفتاب های گفتیم بزرگا و عالیما، اما ایرا نغز دانین که روشنی انسان ای چیه؟ روشنی انسان همیشه عزیزا از ایمان میشود، ایمان آدم روشن میکنه، اما روشنی مسلمان های چیه؟ وقتی ما انسانی با مسلمان میشیم، وقتی که ما مسلمان شدیم روشنی ما انا همینه که زمانی که ما با انامین کتاب سر و کار گیریم. انسان وقتی با کتابش سر و کار میگیره، قرآن، هر وقتا که با قرآن سر و کار میگرفته روشن میشده، چهره آدم زدوده میشده، هوی میشده، روشن میشده است.
بعد از این علما گفتیم که کدام وقت مسلمان قرآنش در رو آورد وقتی روشن شد با مسلمان کدام وقت قوت میگیرد؟ کدام وقت قوت میگیرد؟ من امروز در دستای هممون مثلا تلفن های موبیلیه، اگر امین شما در برق نمانی قوت نمیگیره، قوتش نیست میشود. مسلمان باید قوت میگرفته. قوت مسلمان از ابن قدامه موارد است که قوت مسلمان عزیزان در انا همین بده است. مسلمان انا همین قوت میگرفته. مسلمان ای تهجد قوت میگرفته. میخوای که با قوت شوی، روحت روانت برداشت کنی، این تهجد بوده که تو را با قوت میکرده. ما تهجد نداریم برای انا همین بی قوتیم. آدم باید قوت داشته باشم. نیروی انسان، نیروی مسلمان ای نماز تهجد بوده. تا زمانی ساعت هفت خواندنش امروز اجازت رخصت در این زمان، برای نمی بینین که چقدر شبای دراز، چقدر شبایی که سر تا پا رحمت بریده است. اگر ما تهجد نخونیم وای بر حال ما، خواب میشیم مرده میشیم، دو رکعت تهجد نداریم. قوت ما نمینه. وقتی که قوت محتاب از آفتاب باشد، قوت انسان ای ایمان باشد، روشنیش از قرآن باشد، دیگر قوتش ای تهجد بده. همیشه و همیشه تهجد خونه، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودیم که تهجد این نوری چشمی منه، نوری چشمی من نماز ایفته، نوری چشمی من تهجد ای، غیرت قوتی من تهجد ای. نماز شب مرد و زن حیبت میتیم. نماز شب چی میدودای؟ مرد و زن حیبت میدودای. برای نامین خواهی که قوت گیری چیه؟ نماز شب. الحمدلله رب العالمین که یکی از همین ها روشنی هاشنه. امروز ما و شما قرار داریم که ما سوره آل عمران پاره سیم قرآن آیه رقم 69-70 قرار داریم. فضل الله قدی ما هم دعا میکنیم خدایا توفیقای ما را قوت، هدایتای ما را قوت، چهره و روحای ما در روشنیت. رهی که ما اکنون انتخاب کردیم، این رهی ما را به این قرآن در روشن گردان. کارامون در روشنیت، خاندانامون در روشنیت. زیرا این که هر چیزی که روشنی میتیم، یکی از همون چیز برای ما و شما قرآن عظیم شمه. این ساعت ما قطیش میشینیم و صحبت میکنیم. ود طائفه من اهل الكتاب، دوست میدارن به حد زیاد گروه از اهل انجیل و تورات، لو یزلونکم، که شما را گمراه کنن، به حد دوست میدارن. یا دویم و ما یزلون الا انفسهم، اینا هیچ کس گمراه نمیکنن، خوشان فریب کردستیان. و ما یشعرون، یک بار فکر نمیکنن که خوشان چکار کردستیان. امروز با یک برنامه و کارهایی که اینو میکنن تماشا کنین، یک کارو یا حرکت های اینو میکنن، میروان خودشون در گردو به خودشون میغلطن، برومدن نمیتونن. یک کارایی را میکنن، موی دماغ خودشون میشود، استخوان گلوی خودشون میشود، کارایی را میکنن، درد سری خودشون میشود. یا اهل الكتاب لما تکفرون بآیات الله، آیه 70، ای اهل تورات انجیل، شما با معجزه های خدا کافر میشه. یکی از معجزش قرآن عظیم شمه، یکی از معجزش رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و سلام. چه خدیده و دونیسه به این به ایمان میشه. و انتم تشهدون، شما شاهد میدونی که رسول الله حقه، شما میدونی قرآن حقه، شما میدانی مسجد حقای، شما میدانی مکه قبله مسلمان های. شما هیچی را دروغ گفتن نمیتونی، شما دروغ بافتن نمیتونی دیگر. شما میدانی که همین حقای، لیکن دیده و دانسته زید آینی رسول میبرایی، دیده و دانسته شما زید آینی پیغمبر میبرایی. چقدر رسول الله را غم دادن. اکنون در اینجا نغز دانین که در اینجا میگه بسیار دوست میدارم، به هم بسیار دوست میداشتن اینا. وقتی که بسیار دوست داشتن که باشن، اولین چیزی که در اینجا الله جل و علا شانه دوست داشتن اینها را برای ما و شما بیان کرد، ایرا نغز دانین که اولین دوست داشتن اهل کتاب چی بدن؟ گمراه کردن. همیشه از یادتون نبرورین که اولین چیزی که ما را گمراه میکنن با وسیع همینه. اولین کاری را که ما را مسیحی ها و یهودی ها یک بخش مخصوصش
ما را همیشه از خفامون کار میکنه، دنبال ما میگرده، ما را گمراه میکنه، با واسه چی نکرده؟ فرهنگ. با واسه کلتور ما را رسم میکنن. یک دوره بود کلاسیکای ما منی قمنی قصاله داشتن، ریشاشان در خود تکی نافاشان و در کنده های سینهشان بود، با قلمشان دنیا را نقش بستن. تمام شاعرامون را جمع کنیم، ما مثل جامی و رومی و سعدی و بیدیل حافظ نداریم، اما لباسای اونها را بین، انداماشان را بین، همه چهره رسول بود، همه اندام رسول بود. بعد 100 سال اخیر تماشا کنه کسومچه پوشیدگی و موی سرش شانه کرده که از شعر و از ایجادیات و یکی راحت میکنه دیگر. بینین که چقدر فرهنگ ده هجوم میکنن، فرهنگ ده هجوم میکنن. با فخر میکنن زنای روسی داشتن، با فخر میکردن دختراشون ده اروسا دادن، فخر میکردن. در بین 100 سال چی شدن؟ نیاگان ده و تاریخ ده غلطی آوردن، نیاگان ده غلط کردن، نیاگان ده خیانت کردن، تاریخ ده خیانت کردن. چرا سعدی زنی مسیحی نگیرید؟ چرا حافظ زنی مسیحی نگیرید؟ در زمانی وای مسیحی نبودن. چرا بدیل نگیرید؟ برای چی؟ چرا عبدالرحمن جامی نگیرید؟ نبود در زمانی ما زنی یهودی و زنی مسیحی. اما در 50 60 سال و 70 سال ما را نامزدی علم میکنن، ما را علم میکنن کی چی کارایی نکردن، چی منطقه چی عملای را اجرا نکردن. اما بین میگه چکار میکنن؟ یگانه راه گمراه میکنن، یکم گمراه کردن. چقدر دوست میداشتن مسیحی و یهودی ها گمراه کردن، با واسطه چی؟ با واسطه فرهنگ. لباس چقه شدن، اولین کاری که ابلیس میبیاید در داخل جنت با آدم و هوا میکنه چیه؟ و وسوسه لهما، وسوسه شون میکنن. وسوسه شون چیه؟ یکمش میبیاید اول وسوسه شون میکنه ای بیرونی جنت بود، دویم میگه الا ادل لکم، من شما رو یه دلالت کنم. وسوسه ببین، من یه مصلحتون تیم الا شجرت الخلد، اونمو درخت را که خدا من کرده کو اونمو را بره بخره، شما رنگ خدا میشه نمیمری دیگه. این همین ما مردان را بد میبینیم، چقدر نمردان را نغز میبینیم. این برای اینکه در خونی پدری ما آدم علیه صلات و سلام پیامبر الهی هم بود، شیطان چند بار راند اما آمد گفت که اینمو درخت ابدیت های بخرش، ما زنده میمونه، ابدی میشه، رنگ خدا میشه. وسوسه شون کرد. همون وقتی که رفتن سیب بود، گندم بود، انگور بود، از همون یک لقمه خوردن و گزیدن، اولین چیزی که الله جل و علا شانه ابلیس اونها را چقه شد رسوا کرد در جنت، بعد خوردن همون طعام چی بود؟ و بدد لهما سوآتهما، همین خوردن لباسشان غلطید. یکمین هجومی فرزند ابلیس همینه که لباس چقه می شود، لباس چقه می شود. برادرها این نقض دانین، امروز مرد زنی مسلمان ای کجا دیگه لباس اسلامی مون؟ ای کجا مون؟ مایش میتوه، دنبش میتوه، تنش میتوه، پیستانش میتوه، بدنش میتوه، حتی همین سطرهای امروزه تنگه که میپوشن، پوشیدن همین هم مکروه تحریمی هست برای مرد زن. کجا مون؟ و بدد لهما سوآتهما، لباس کشاد رسول اکرم کنی دیگه، او لباس های زیبایی که صحابه داشت کنی دیگه، کجا دمون؟ باور کنی شما امروز چی گونه که لباس تنگ برای زن حرامه، برای مردم حرامه، برای مردم حرامه پوشیدنش. زمانی که بدن رو میتوان، حتی که علامه لکنوی روایت میکنن، حضرت وقتی که پیشاور میبیاین میپرسن شکه حضرت مقصد معرکه و جمعیت کلانه، حضرت گردنشان رو میپوشنن و میگن چی به علامه گردنتان رو میپوشنه؟ میگفتند که از بزرگا فهمیدگیم که چشمان زنی منطقه پیشاور چشمان زناشان تیزه، آدم رو رحمیت میتیان. گو برای همین گردنم سفیدی خوش روی گردن ما من میپوشانم برای مول. میگفتن آخه پوشاندن گردن این مرد فرض نیست، هیچ گم نداره تا تافتن گیرم. میگفت نه آخه او اگر پرهیز نکنه من میکنم. بعضی حالات های عزیزان هستن که خیلی زنگ نکنه باید مکنیم آخه اکر دیدیسم چشمی وی بدای، عقلی وی کوتاه های وی بخاطر نفسش هم ایکار کرده سای با مو هم باید با پری وی دخمون رو رست کنیم. دیدیسم که وای کنج رفته سه اقلا ما باید روز شمیم. یا چی را میگن؟ یعنی که در علمی فیق یا چی را میگن؟ نام فیق چی بود؟
فقه مقارن نه و یک نام عجب یا فقه تقدیری نه عجب یک مسئله فقه داشت فقه ایثار میگفتن معنیش همین است که اون اکنت بک عزیزم وای زن به حیاش به منم به حیاش هم وای زن به معنیش به منم به معنیش هم وای به معنیش به من کنم وای بین که علامه به میگه همین گفت که در فقه یک برنامه هست اون اکنه باید من کنم حتی که مردهای پوست سفید خوشرو را نمیموده حضرت لباس آستین کلته پوشان گارد میگه که نکنه بعضی حالات های هست که زنای بد بدنای شما رو تماشا میکنن شما هم گناه میگیره میگفته است جنگ میکردن یکی از علمای بزرگی حنفی های خود عصر گذشته بود و میگه گردنشون روی مال میپیچوندیان میگه چی به این کارا میکنی میگه چشمای این منطقه را زناشون تیزه میگه اخی گردن تو فرض نیست که پوشوندنش هویش میگه نه وای که چشمش احتیاط نکنه من گردن احتیاط میکنم یعنی معنی زمینه که گمروهی را چخیر فکر میکنن در فرهنگ ای کجا امروز فرهنگ ما ای کجا فرهنگ لباس پوشی ما امروز لباس ها مونه رسوا کردن لباس های زن رسوا کردن ریشمانی ها مونه رسوا کردن یک زمان بود روایت میکنن یک زمان بود گفته است در خودی پارلمان لبنان و پارلمان ایران و پارلمان سعودی یکی از متفکران نوشته هر سه تا کشور دا نگه ریش ها بود به اندازه در قفص سینه سلاح های کلان کلان همین خیل دولت ها آباد بود اقتصادیات ها پیش بود کشور ها خوب بود با مرور زمان با برنامه های اروپایی میگه میده میده میگه ریش ها کوتاه شد میده میده میگه ریش ها نیت شد آساس ها میگه ریش هاشون رنگ مسیحی ها موندن امروز یه ریش هم ندارن در قفصی همی کنده ها که همی من اشانده اینمی خاک ریش های میگه اصلا میبینی موندنی سنت رسول هم مسخره کردن این با برنامه چی های؟ این حجوم چکار میکن اهل کتاب ها واسه چی میبینیم؟ و واسه چی میبینیم فرهنگ آساس ها برادر ها موی سرمونی مونم ریش مونی مونم رنگ همینو میشه فرهنگ قدی حجوم میکنم لباس پوشی قدی هجوم میکنن امروز اکثریتی عروس گسل کنی ها مون برادر ها باور کنی رنگ عروس گسل کنی همینو شده گیا فقط حالی هم مینش بزرگی ها در 80-90 ساله که شوروی در زندگی کردن کلان ها اگر مبادای توی کم سمالی نمی کردی تو توی نکرده بدی همی خیل بود همی خیل بود دشمن می درویه در درونت همی خیل می درویم همو قبط مستی همو قبر رقاص نزدیکی همو قبر زینا نزدیک همو قدر لعنت الله اینا بینین انا می خیل با مردم خرسندی میکرد همون خیل با خرسندی میکرد ودت طائفه من اهل الكتاب گروهی هستن از این مسیحی ها و یهودی ها لو یزلونکم ای پیروای محمد صلی الله علیه و سلم میخوان که شما را اینا گمراه کنن با واسطه چی گمراه میکردین با واسطه فرهنگ با واسطه فرهنگ میگن شما را گمراه میکنن و ما یضلون الا انفسهم لینکم نمیتونن شما را گمراه کرده زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمودین در هر یک صد ساله پروردگار برای امت من یک تا محی سنت بیدار میکنه یک علمای را بیدار میکنه که این با دویم مراتب شریعت تازه کرده میبیاره نمیتونن نمیشه و ما یضلون الا انفسهم شما کسی هستی ای اهل تورات و انجیل یک گروهی هستی شما میخواهید که چقدر در داخل مسلمان ها فتنه ها بیاری چقدر دسیسه ها بیاری چقدر برنامه ها بیاری شما میبیاری میگه لیکن نمیتونی این مردم یک روزه با حقیقت میفهمن زندانبان خودش در زندان های بچوره ولی اگه مقصد میگه گمراه تان میکنه میگه خدا میگه شما نمیتونی گمراه کرد خدا نگمراه میکنی زندانبان خودش در زندان های ای سهر تو بگر بچه ها بیتر برامدنی نمیمونه شوش خدی برامدنی نمیمونه بچه ها او میبیاره نان میبیاره حجت خانه میبره تا روز بیدار می ما با دویگه یک گنگ پی نشوه با دردی سر در بولش میگلده با ایمید کسب انتخاب کردگیش فقط نامش آزادی ده همین به ترمه امیروز تا بگه بگه تا سهر میگرده بعضی حالاتو ده یک کاری میکنی پای ختم قپا یک آدم خصاصه گفته است که میگیرم از گوش گردی شهر میدوانم تا گفته ختم مگارم خطی خدم دوی با یک کاروی میکنی درد سری خدت میشوه این همی میگه که ما گمراه میکنیم مسلمان را قرآن میگه نه گمراهیتون در گردن ختم میزنم ختم گمراه میشه ختم شهرمنده میشه بعضی حالات ها هستن که آدم میخیزن ای خستگیش پشیمون میشوه
میخزه یک کار میکنه ای کاری کردگیش پشیمون میشوه، از باری کردگیش پشیمون میشوه، نمیدونه که چی کار کنه. برای اون همین کاری را کردن در کاری که باید ما مردم گمروه نکنیم. اینا خیصا فرهنگ قدی چقه شدن از همه جنگی بد برادر ها فرهنگ های امروز ایره نغز دونین دیگر ارمیه قطی دیگر سلاح قطی سپاه قطی یکان کشور هجوم نمیکنن بگیرن ایره نغز دونین حاضی به واسطه فرهنگ فرزند در سر دسترخان قطی دشمن کردنگی خبر نداری بچه در سر دسترخان قطی دشمن کردنگیم اینمی یک با واسطه اینمی یک تورنمه اینترنتی بتونن که هزارها هزار انسان ایرام کبرورن هیچ کار نمیکنن دیگر در همی تگی فوکت میکنن در همی تگی فوکت برنامه مورد دستگیری میکنن یک مراتبه مقصد شیطان شناسی ما پیش درس گذاشته بودیم که ابلیس چه خل میدروید اینا هم نسل ابلیس هم آیه مبارکه رقم 69 میگه شما را با واسطه فرهنگا گمراه میکنن تماشا میکنیم که ابلیس با واسطه چی بین ما میدروید یکی از مسئله های برنامه های ابلیس هممون میدونیم برنامه های ابلیس یک تاش هسته بزور یک تاش هسته بزور در قرآن این المبذرین قرآن میگن این المبذرین واقعا حقیقتا اهل بزور برادران ابلیس های بزور چی را میگن؟ زمینی که حاصل نمیتیه زمینی که تخمه میکاری هیچی حاصل نداره عرب میگه ارض البذور زمینی بی حاصل یا زمینی هست تخمه میکاری هیچی حاصل نمیتیه زمین همون تخمه رسوا میکنه قرآن همون را میگه بذور این المبذرین واقعا اهل بذر برادران ابلیس های کیای اهل بذر؟ بیچاره میبیا کار میکنه 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 همی میبره یک معرکه میکنه در معرکش تمام نمود جنایت هست یکان ثواب نمیگیره تخمه کاری ده در زمین شورا امروز کارهای بیمعنی ما به حد بسیار های زنداریوی بیمعنی دخترداریوی بیمعنی بچه داریوی بیمعنی کلام میکنه یک بچه را 25 ساله میکنه بچه در 25 سالگیش اقتدار میشود کلون میکنه کلون میکنه بومر کنه یک دختری را میبر 18 خونه یک کسا گسل کرده میبری میبیاری و بر وقت طلاق یورا میتیان برای نمی فکر کردن در کره که باید ما بذر نکنه بذر چرا میگن یک کاری کنیم که بو با جایی که ثواب گیریم بو عذاب میگیریم بسیار انسان ها مسجد میبیاین با جایی ثواب عذاب میگیرن همی خیلی گمراه میکنن شونا دیگه چخل شون گمراه مسجد میبیو با جای صف تشینه با جای قرآن قدیشینه با جای تسبیح قدیشینه با جای تحلیل قدیشینه با جای کاری خوب قدیشینه باور کنه میبیو در همه جا مسلمان ها میتیه بو مسلمان ها ازار میتیه خرخشه های زیاد میخیزن برای یعنی به نهایت این چیزهای مهم هست که اهل کتاب مورا میندازن یک تاش گمراهی های یک تاش گمراه کردن های با واسطه چی با واسطه فرهنگ مورا گمراه میکنن یکی از حرکت های ابلیس نمینه که ارض البذور ما همی قدر محنت میکنیم یکان ثواب نداره همی قدر کوشش میکنیم یکان ثواب نداره محنت های میکنیم یک کارو یک خراجات های بمعنی من همی شما یک مراتبه با چشم سر بینه نصف مردم در همه منطقه هم باشن گشنگی در بچاره مرده سی هم پنسه پولی ندارن خراجات اگه در همه سویتیل نکده همه کچه ها کرده سی هم میلیون ها میلیون روبل هست نگه مردم نیمش بچاره نون ندارد همه کچه ها در همه محلاشون بخورن در منطقه های هست که ممکن که با مرک شرایط همه زندگی هم نداشته باشن این همی خیلی ابلیس می بیاید در یک کارهای بمعنی میلیارد ها روبل صرف میکنی اما جمعیت به نون گشته اما جمعیت به حقوق گشته اما جمعیت به چیزی گشته اما برای این نام این بزور میگن شما یکان کار در میگه ثواب نمیگیره چی با اینا آمدن که شما را گمراه میکردن آیه رقم 72 می بیارن یا اهل کتاب لیم تکفرون بی آیات الله و انتم تشهدون آخی شما شهیده شما می دونه که حضرت محمد حقه شما می دونه اسلام حقه شما می دونه قرآن حقه دیده و دانسته مردم با همی کافر میشه مردم با کفر می بره این آیه مبارکه را علما گفتن که ای پیروای جناب پیغمبر شما کوشش کنین که وجدانان باید عذاب کشین بعضی حالات باید وجدان آدم وجدان آدم باید وجدانش غم تیار در یکی از
مقاله ها نوشته بوده است که همه بمب اتمی را که در بالای مردم ژاپن آمریکایی پرتافته بودیان همون خلبان یعنی که همون لیوچیک شاو میشینه و همین دکمنتال فیلم در خونش تماشا میکنن همه پرتاینده همون بمب همین خودش بوده است بعد که تماشا میکنه و همون دکمنتال فیلم خشرو کرده تماشا میکنه که یک تاش در بحر غلطیده بوده چقدر ماهی مردیان یک تاش در خشکی غلطیده توبه ان همین پرتافتن ان همین بمب اتمی دمو سرزمین 70 سال میگذشت همو دوره ده فرزندای به دنیا میومدن گوش ندارن دست ندارن فرزندا به دنیا اومدن انگولک 40 پایونشون نیست فرزندا به دنیا اومدن پاشون نیست همین کار همین آدم کرده بوده است بعد میشینه میتونه شما تماشا میکنه میگه طول 70 ساله در همون زمین یکون زراعت نمیبرویه و میسه میگه من چیکار کردم و میگه لعنت به سیاست های شما لعنت به همون برنامه های شما لعنت همین وجدانش همون شب همین خیلی عذابش میتیه ای پنج آشیانگه خونش کشمه پرتویه خشمه پرتویه در به انا همین انا بینه انا کن شل وجدان غمش میتیه نگاه میکنه که کودککای دهنشون کجلا کودککای چشم ندارن کودککای پا ندارن زهرش ای همون اتم برای همین بسیاری حالتهای هسته که باید ما را وجدان منغم تیه باید ما را وجدان منغم تیم اهل کتاب نفرهای بیدن که وجدان نداشتیم وجدانت باید دل درک کنه باید وقتی که نگاه میکنی ای قدر فرزند ای قدر کودک ای قدر زن مسیحی کرده یک دینی باطل دا بردستیم باید وجدانت سوزه هر یک انسانی که میبیا در بالای دو کس روبری میکنه ایمان میشه باید وجدانش درک کنه که واقعیت باید رسونه حقیقت باید رسونه پگه همه میمره دنیا باید وجدانو در کنه اگر وجدانو در نکنه مردم فریب کنی سری مردم در کلاه مونی واقعیت شریعت نگوی واقعیت دین پیامبر گپ نزنی تو هم از مسیحی یهودی چی فرق داری علما هاشون همین خیلی فریب کردن انمی خیلی مردم فریب کردن برای پول و مال و طلا و تنگه و انمی قدر ربا و انمی قدر کارخانه هاشون تا به ان همین روز فریب کردستیان تا به ان همین روز باید میگه وجدانتون در کنه شما میگه و انتون تشهدون بسیاری کارو در شهیده شما شهیده میگه میدونه نکه مردم شما میدونه که گناه مردم شما شوشتن نمیتونه هر هفته گناه شوی میرون 5 گرم 7 گرم تیلوی مردم میگیرم من گناه تو را میشون چی خیل گناه را مخلوق میشوشته بعد ویژدون را در کنم دین دکان نیستای دین مغازه نیستای دین بازار نیستای که مطاع بیاری فروشی مردم دعوت کنی دین این چیه دین تعلیم های دین تربیت های دین مسئولیت های دین مایل عذاب وجدان های باید دلت سوزه مردم دار که مردم به دین نروان مردم های دین چی فهمان باید دانن واقعیت ها زیرا این که دشمن مون ما باید شناسیم دشمن مون یکم ما را گمراه میکره به واسطه فرهنگ دویم ما را بمعنی میکره ایری وجدان باید وجدان داشته باشیم ما اللهم ربنا اننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین بار پروردگار ما را برای راست هدایت کن از دام گمراه و گمراهی و تزویر و جادو اینها ما را نجات و از عذاب وجدانی که باید هر یک مسلمان در حق خودش خاندانش و جمعیتش وجدانش باید درک کنه پروردگار وجدان های ما را چیکار که بیدار گردان اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار آمین یا رب